در کنار هنرمند محبوب، مرد اول موزیک پاپ، شهرام شب‌پره هستیم. دست هم دم میکنیم، بودم دست بزنم. دست بزنم. ما دست بزنیم بزنیم. خوب هستی شهرام جان؟ با که؟ با مدی؟ سال نو مبارک شهرام جان. اول میخوای تبریک بگی؟ اگه شما بذاری این هست نوبت میبینم آدم حرف بزنیم. در صورت من اینجا که نشستم باشم چهار کلام صحبت بکنم به اندازه 17 نفر شاید 17000 نفر این 3 نفر رو اون 400 نفری که بیرون وایسادن از من کار کشیدن. اولا خواننده نبودی که من با جاز نزدم دیگه، آخر آخر من میدونم اگه یک ساعت دیگه اینجا وایسادم میشه که اینجا رو من باید پاک کنم. در صورت سال 1375 به تمام شما رفقایی که دارین بنده رو نگاه میکنین هر جای دنیا هستین تبریک میگم. انشالله امسال سالی باشه که هر کسی به هر آرزویی که دوست داره برسه. من هر سال این آرزو رو میگم دیگه، انشالله اونایی که سال پیش دیدن برنامه منو با آرزوهاشون رسیده باشن. حالا سلام علیکم قربان شما. دستتون چی شده قربان؟ دستمون چی شده؟ دستمون قربان شما فعلا موش زدم. اومد بزنه به علی خورد بدی. نه با معلی دعوا، معلی دعوا نیست، این مردی بلند شد. عرض کنم بنده یه خورده دمبل و بارفیکس بازی کردم. یکی شما بگه مرد حسابی 37 ساله شده آخه بارفیکس چیه؟ بار اینجا اون پاره شد خالون بخیه زدیم که امشب با زدن جاز با آقای مارتی کمپلیتی پاره شد. دوباره باید بری بخیه بزنم. بله در صورت دست من بخیه شده. یال خوب شد الحمدلله خورد قربان شما. البته شما با اینم همه دوستمون دارم. بله. شهرام واقعا همه دوست دارم. لازم نیست دستکش بکشید، دست بکشید مایکل جان. آقا شما اگه من دستم خوب بود چی میگفتین؟ حرفی نشه میذارین دیگه. شهرام سوال خصوصی. یه سلام علیکم. سوال خصوصی میشه که. خصوصی چ باش. همه مردم میخوان بدن که شهرام شب‌پره کی ازدواج میکنه. کی ازدواج؟ یعنی ما خودمون دیگه تقریبا والا من ازدواج فکر میکنم ان شاءالله امسال اگه خدا بخواد دستم خوب بشه من ازدواج میکنم. هر سال میگه امسال. چی بگم میگه امسال. والا من هر وقت منو میبینن رفقا میگن که شهرام تو چه خوب موندی. اولا که فکر میکنن که راستی من داشتم نگاه میکردم برنامه ویگن رو دیدم دیگه یه حرف قشنگی زد. خیلی جالب. البته خدا نکنه همچجوری بشه، برای اینکه ما در تاریخ موسیقیمون بگذاریم که حالا یه خورده شرم شوروا شده دیگه. البته نمیخوام راجع به مسائل فعلا عید صحبت کنم، ولی که یه کسی مثل ویگن هرگز نداشتیم غیر خود ویگن و هرگز هم نخواهیم داشت. برای همین خدا نکنه که اتفاقی برای این هنرمند بیفته، تا اونجایی که میتونه راحت راه بره، میتونه نفس بکشه، میتونه خودش خوشحال باشه، ان شاءالله خدا بهش این عمر رو بده. ولی اگر خدای نکرده ویگنی جز ما نبود، اولین کسی که برای اینا میشه که همش سنشون به قول معروف مثال میذارن منم. چون همه رفقا هیچکدوم جرئت نمیکنن جلوی دوربین تلویزیون سنشون رو بگن غیر من یه نفر، درسته که بقیه هم سنای منن ها، فقط یکی دو سال با هم فاصله داریم. اما چی شده؟ مام خراب شد؟ نه عالی. درست بغله، بغل درست بغله. اما چی شده؟ مسئله اینه که من خب خیلی کوچولو بودم این کار شروع کردم. وقتی بچه از 13 سالگی شما صفحه اولت که با به قول معروف کسی که این برنامه رو برای شما داره تهیه میکنه، علی امین قاسمی و مسئول جمالی و دیگر دوستان تمام زحمات این برنامه میکشن و مینویسن و کاراش انجام میدن و این برنامه توسط دوستای شاید بگم 33 سال 34 ساله من خب تهیه میشه که شرکت ترانه هستن. من اولین صفحه خودم رو با شرکت ترانه زدم سال 1964. خب حالا سلام بعد میگم یکی اولی بریم مداد بیاریم، ما میشیم چون شما یه مداد بیاریم بعد یه کاغذ هم بیاریم بعد جمع بزنیم سر من معلوم میشه. من سال 1900 خودش گفت 37 سال، دو سال دروغ گفتم 39 سال. من سال 1964 با زمانی که بیتلا 63 اومدن توی کار خوانندگی، من با گروه بیتلا با آهنگای بیتلا شروع کردم به کار موسیقی کردن. من اون موقع 12 سالم بوده و در 13 سالگی شاهد زنده اینجا دارم که تهیه کننده شرکت ترانه است، در سن 13 سالگی آهنگی خوندم در موتل قو به اسم I saw her standing there where she was just 17 بعد، و از همون صفحه اول من بوده تا امروز که اینجا نشستم. الانم یه چیز در حدود 33 ساله میخورم. حالا 33 و 13 میشه 37. خیلی شما ریاضی تو خوبه. خب ریاضیم خرابه. از ناصر دیشا حساب کن. تاریخ تو خوبه؟ اگه ریاضی تو خوبه. برای همه چه ما امایی دیگه بود؟ برنده یه جمع زد. اولو کرده تا دیگه چه ما امایی؟ بگیم 13.
13 و 33 میشه 37. حالا در اصل خیلی خوشحالم که محمد خردادیان اینجاست، دوست خوب محمد خردادیان کجا اینجا هستن؟ آقای خردادیان سلام علیکم محمد، خوشم اومد. خیلی دوست خوب میگم. عید شما مبارک. هستم حالتون خوبه؟ شما سلام علیکم محمد هم جزو چیز دیگه، جزو هفت سینه، برای اسمش محمد. محمد جزو هفت میمه. هفت میمه. هفت میمه. چجوری هفت میم؟ هفت میمه که اسمش محمد دیگه. هفت سینه ما اسمش دیگه سامانو میشه هفت سینه. جزو هفت میمه. تو اینجا چی کار میکنی محمد جو؟ داشتی رد میشدی؟ تو باید چی کار؟ بخونی من اومدیدم برفتم. یکی از بچه های خوبه به قول معروف من با حرف زدم، شما حرف نمیزنید. چرا ماشاءالله تو حرف میزنی انقدر شیرینه که وای من قرار بود تنهایی حرف بزنم. اگر من حرف بزنم خب دوربین رو خونه ما قشنگ من میشه حرف بزنم دیگه. نه خب من اگه شما حرف نزنید تا صبح حرف میزنم. غلطه میکنی تو خونه حرف میزنی با کی؟ با فکر میکنم فیلم برداری آقای سعید لوچیفر هم اینجا هستن. اجازه بدید سعید خواهد سلام میسید. سعید خواهد شما بفرمید. دیگه نبود دیگه نبود. واقعا شهرام اینقدر گرم و گفتم دوست با همه، همه باش راحت هم. سلام سلام بیننده‌های عزیز تلویزیون تپش، شاید تلویزیون ترانه، شاید تلویزیون ترانه که تنه آقا بلش برو. نه تپش خب بالاخره تپش هم جزئی از ترانه چیه؟ در واقع تپش و ترانه جفت شکل برنامه نوروزی امسال رو تصمیم گرفتیم که زیر اسم شوی نوروزی ترانه باشه، ولی خب به هر صورت همون همبستگی و وابستگی تپش و ترانه با هم دیگه همیشه هم گفتیم. ما در برنامه تپش هم میگیم تپش ترانه است که از حفظ فرهنگ و هنر ایران صحبت میکنه. چون میدونم این نوارای ایران میره، شما رفقا که به من تلفن میزنین میخواین که من شو تلفن بزنم و شما رو تلفن میذارین، اولا خیلی چاکرتونم، مرسی که اینقدر با محبتین. من در رابط با ایرون که میشه یه جوری آدم احساسی میشم، من در یه مسائلی ناراحت میشم اصولا. نمیخوام راجع به اون سوال سوال، ولی که من نمیتونم که به همه شما تلفن بزنم. من ماه گذشته پول تلفنم شد $1,350. چقدر در آورد؟ شهرام چقدر در آورد؟ درو گفتم آخه $1,352.78 حالا فرقی کرد. حالا شهرام جالب این که بعضی برای خود پیغام میزنن، بعضی هم زنگ میزنن میپرسن آها بعضی آقای زنگ زدن از ایرون، حالا شما ایرون منو میبینین زنگ زدن که خواهش می‌کنم به من تلفن کن. 10 بار تلفن زدن خواهش کردم به من تلفن کن، من خیلی تو رو دوست دارم، یک بار بیا تو زندگی تلفن کن و نشون بده اون هر بندام مردن، خواهش می‌کنم. تو نمیدونی چقدر احتیاج دارم با تو حرف بزنم. آقا ما دو نفر زنگ زدن، سه نفر زنگ زدن، گفتیم آخه دیگه روم نشد دفعه ششم، بالاخره وایسادم تا ساعت 2 نصف شب که بشه 1-2 بعد از ظهر. زنگ زدم برداشت، گفتم الو آقای مثلا عباس خان، علی خان حالت خوبه؟ گفت شهرام جان شما، گفت قربونه چرا تلفن میزنم؟ گفتم حال که زدم چقدر دلم برات ممکنه تلفن ما اینو به من بدی؟ گفتم مرد حسابی تلفن ما اینو به خودش ضرر ما اینو من باید بخورم. برای همین رفقا در صد کلاش به ما زنگ میزنن، اگه دوست دارین که واقعا جواب تلفنتون رو ما بدیم، شما تلفنتون برام بذاری، پول تلفن ما رو شما بفرستید. چون چرا من اینجوری نگاه می‌کنی؟ آخه دوره اینجا، دوره اینجا رفقای نشستن که همشون همکارمان، همه دوستای ما، تک تک باید بیایم جلو. سلام علیکم کامبیز خانه گوگوش، این کامبیز کامبیز اینجوری پیش ما با اومد این کار ما رفتیم اومد آقای سعید میگه ما رفتیم کار تو میگه ما اومدیم این باشه بلندتر حرف بزنیم، چون اگه صداش به مادرش رفته باشه که چی ما بالاشو در نیم بلکه این کامیز یعنی از اینم چی باید نمیشه صحبت کنیم، خیلی کوچولو بود، به این قدش نگاه نکنی الکی، فقط قدش بلنده، سنش فکر نمی‌کنم بیشتر 21-22 سال باشه. در اصل این کامیز از آره نه بابا بیشتره، 21-22 سال بیشتر. نه بابا 17 سالمه. من فکر گوگوشم، فکر این نیستم که اگه نمیتونم بگم 35 سال.